ایران این هفته صحنه دیدار مقامات ارشد ژاپن و آلمان، دو متحد آمریکا در شرق آسیا و غرب اروپا است که هدفشان میانجیگری برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران است. در همین حال فرماندهان نیروهای دریایی و هوایی رزمی آمریکا که برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران به خلیج فارس اعزام شده اند میگویند در برخوردهایی که با نیروهای ایران داشتند نشانه خارج از استاندارد ندیدند، هرچند که کماکان برای مقابله با هر گونه تهدید بالقوه ای آمادند. برای آگاهی از جزئیات بیشتر مستقیما سراغ همکارم فرهاد پورادی در وزارت خارجه آمریکا میرویم که دلایل سفر جاری وزیر خارجه آلمان و سفر پیشروی نخست وزیر ژاپن به تهران رو پیگیری کرده. فرهاد، میشنویم. بله، آقای هایکو ماس در این دیداری که داشتن علاوه بر اون مطلبی که شما در دیوارچه خبر بهش اشاره کردین، همچنین گفتن که وضعیت در منطقه بسیار حساس و جدی هستش و هر گونه افزایش تنش بین دو کشور موجب رویارویی نظامی بین دو کشور یعنی ایران و آمریکا خواهد شد. همچنین به نظر میرسه که ایشون در رابطه با وضعیت شبه نظامیان شیعه عراقی که مورد حمایت جمهوری اسلامی و تحت کنترل جمهوری اسلامی هستن هم با مقام ایرانی صحبت کرده. ایشون روز گذشته در امارات متحده عربی در کنفرانس خبری که اونجا داشتن وضعیت برنامه موشک بالستیک جمهوری اسلامی رو هم و گسترش از اون رو هم انتقاد کرده که با هم میبینیم و میشنویم. میخواهیم وضعیتی را که به واکنشی اتوماتیک و بروز خشونت ختم شود از میان ببریم. تمام کشورهای منطقه که از تنش گریزانند باید در این خصوص اقدام کنند و من این پیام را به تمام کسانی که در این ناحیه با آنها دیدار میکنم منتقل خواهم کرد. خب، چهارشنبه این هفته آقای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران میان، با مقامات جمهوری اسلامی، عالی رتبه ترین مقام جمهوری اسلامی یعنی رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار خواهند کرد که تصمیم گیرنده نهایی در کل وضعیت ایران چه سیاست خارجی چه سیاست داخلی هستش. خب قبل این سفر هم پرزیدنت ترامپ در سفری که به ژاپن داشتن این ایده مطرح شد توسط آقای شینزو آبه، پرزیدنت ترامپ هم از اون استقبال کرد. قرار همچنین نخست وزیر عراق هم به تهران بره و مقامات قطری هم به ایران بیان و بالاخره این کار دیپلماتیک رو انجام بدن بین تهران و واشنگتن. خب قبل از سفر مقامات عراقی به ایران مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا ماه گذشته هشداری داد به مقامات بغداد که نذارن شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی منافع آمریکا رو چه دیپلماتیک چه نظامی رو مورد خطر مورد حمله قرار بده. در چارچوب افزایش توان نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس، فرمانده ناوگروه آبراهام لینکلن که در اون منطقه هستش گفته بود که ایران تمام استانداردها رو داره رعایت میکنه در رابطه با کشیرانی که در اونجا هستش. همچنین فرمانده سنتکام، فرماندهی مرکزی آمریکا، گفته بودش که با توان افزایش توان نظامی آمریکا در اونجا ایران محاسب عقب نشینی کرده و داره محاسبات مجدد میکنه، اما مع ذلک گفتش که هنوز کاملا منتفی نشده برنامه تهاجمی ایران.